رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران شنبه نوشتند در صورتی که کشورهای همسایه گروه‌های مخالف را از مناطق مرزی اخراج نکنند، یگان‌های زرهی و تکاوری نیروهای مسلح حکومت ایران علیه این گروه‌ها وارد عمل می‌شوند. این رسانه‌ها از هیچ کشوری نام نبردند، اما با توجه به حملات اخیر علیه مواضع احزاب کرد مخالف در نقاط مرزی با اقلیم کردستان عراق، به نظر می‌رسد منظور این رسانه‌ها عراق بوده. همزمان مجلس عراق امروز در مورد حملات اخیر سپاه پاسداران علیه مواضع این احزاب در اقلیم کردستان تشکیل جلسه داد. پس از پایان این جلسه محمد حلبوسی رئیس مجلس گفت عراق در جلسه های اتحادیه جهانی بین المجالس یک بند اضطراری ارائه میده. به گفته او این بند با هدف حفظ حاکمیت ملی، توقف حملات و همچنین دخالت در امور داخلی عراق ارائه میشه. شاخوان عبدالله معاون رئیس مجلس هم گفته مجلس عراق موظف شده تا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از حملات ترکیه و ایران به اقلیم کردستان در پیش بگیره.